وزارت دادگستری ایالات متحده از اعتراف دو نفر دو شهروند هیوستن تگزاس به توطئه برای نقض های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و انتقال ده هزار دلار به ایران از جمله به بیت خامنه ای رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی خبر داد خبری اختصاصی که از درون رژیم هم به گوش رسید جزئیاتی از اقدامات جنونآمیز خامنه ای در آمریکا هم به گوش ایالات متحده و سران آمریکا رسید بنابر اسناد دادگاه زیبی در سال 2018 از چند مشتهد مجوز جمعآوری خمس از مسلمانان را دریافت کرده بود او به همراه نقوی بین دسامبر 2018 و 2019 موالد را با ادعای ارسال کمک به قربانیان و جنگ در یمن جمعآوری کردند این دو از طریق دوستان اعضای خانواده و دیگر بستگان ده هزار دلار را از آمریکا به ایران انتقال دادند اونها با هدف پیشگیری از دخالت ماموران مرزی ایالات متحده از هر نفر خواستند که کمتر از ده هزار دلار انتقال دهد بر اساس گزارش خزانه آمریکا این دو متهم پولها را از طریق زائرانی که به عراق سفر میکردند به ایران و دفتر رهبر جمهوری اسلامی انتقال میدادند اونها فقط در یک مورد با استفاده از گروهی 25 نفره مبالغ را به بیت علی خامنه ای منتقل کردند زیدی و نقوی در 18 اوت 2020 در نتیجه این فعالیت ها بازداشت شدند. هر دو متهم به جرم خود اعتراف کرده و قرار است حکم زیدی در 13 اوت و حکم نقوی در اول اکتبر صادر شود. شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان ایران با صدور فراخانی از تجمع سراسری معلمان خبر داد و گفت این تجمعات برای تحقق مطالبات سنفی و سیاسی و حرکت های برابری خواهانه در ایران شکل گرفته است. طبق فراخان صادر شده، معلمان در تهران مقابل سازمان برنامه بودجه و در مراکز استان ها مقابل اداره کل و در شهرستانها مقابل آموزش و پرورش تجمع کردن. کردند. در شهرستان هریستن، در استان کرمانشاه شماری از معلمان معترض مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. در قطنامه پایانی صادر شده برای این تجمعات با اشاره به کاهش و انگیزه آموزش و یادگیری معلمان و دانش آموزان به دلیل گرانی و تورم آمده که نیروهای امنیتی و قوه قضایی به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان به سرکوب و تهدید معلمان مطالبهگر پرداخته و آنها را به تبدیل انفصال اخراج و زندان محکوم می کنند. شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرهنگیان با یادآوری اصل سی قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان تاکید کرده تغییرات مرد سالارانه در کتب درسی تختعه علم جدید به بهانه سکولاریسم و سیطره هرچه بیشتر حوزه های علوم دینی بر آموزش و پرورش حاصلی جز نفرت پراکنی دو بیسازی و دینگوریزی نداشته است آزادی معلمان زندانی و رفع حکم اخراج انفصال بازنشستگی زودهنگام و محکومیت با پابند الکترونیکی فعالان سنفی آموزش رایگان برای تمامی دانش آموزان، حذف سهمیه کنکور و رفع تبعیضات آموزشی، ایمنسازی فضاهای آموزشی، جلوگیری از کالایی شدن و خصوصی سازی آموزش، رفع تبعیض جنسیتی و نگاه مرد سالارانه در کتب درسی، اجرای کامل همسانسازی بازنشستگان از جمله مطالباتی است که در قدنامه پایانی این تجمع مطرح شده است. تجمعات معلمان ایران در شرایطی برگزار شده که طی سالهای گذشته دهها معلم در سراسر کشور به دلیل فعالیتهای سنفی یا حضور در تجمعات اعتراضی با برخوردهای امنیتی و غذایی مواجه شدند یا به صورت موقت یا دائم از کار اخراج شدند در روزهای گذشته و پیش از صدور این فراخوان فشارهای امنیتی و غذایی بر فعالان سنفی و معلمان شدت گرفت دست کم 17 معلم و فعال سنفی معلمان در شهر سنندج به نهادهای امنیتی این شهر احضار شدند. فاطمه زنده کریمی توبا حسینی، رضا سلیمی، جمال مرادی، رضا الیاسی، صالح صالحنیا، فرهاد موالی، پیمان نودبنیان، بنیان، جوار پاکزاد، علی قرشی، کمال فکولیان و چندین تن دیگر و آلان سنفی هستند که احضار شده و در سنندش هستند که به نوشته ساید کورتبا پس از احضار به اداره اطلاعات سنندش مورد بازجویی قرار گرفتند. سایت حقوق بشری هرانا هم از احضار اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون سنفی معلمان تهران به اطلاعات سپاه خبر داد و گفت او پس از چند ساعت بازجویی در اطلاعات سپاه تهران آزاد شد پیش از آن دو معلم بازنشسته به نام احمد نوچیان و مریم زریتی در جریان تجمع بازنشستگان در احواز بازداشت شدند اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان سنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدند این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال 1401 شدت یافت اواخر تیر 402 جمعی از فعالان سنفی با راهاندازی کارزار صد هزار امضا خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پروندهسازی علیه آنان شد دست کم ستن از فعالین سنفی و معلمان حاضر در تجمع سراسری معلمان تهران هم بازداشت شدند. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل های سنفی فرهنگیان ایران، مهدی فراهی شاندیز، وحید موسا دهسری و داوود بایسته و مهدی قادری با ضرب و مسئول نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. این شورا در ادامه نوشته همزمان با فراخوان تجمع سراسری روز معلم نیروهای امنیتی با احضار و تهدید معلمان از جمله اسماعیل عبدی در تهران با ایجاد جو امنیتی شدید در تهران با حضور نیروهای ضد شورش و لباس شخصی با خشونت و ضرب و شتم شدید و از تجمع معلمان ممانعت کردند محبوب فرستادی یکی از فعالان شناخته شده جنبش معلمان در ایران که برای حضور در تجمع سراسری در تهران به محل برگزاری رفته بود گفته نقطه مملو از نیروهای گارد ضد شورش و لباس شخصی بود بسیاری از موتورها و یا پیاده دوربین به دست آمبولانسی پارک شده در پارک قابل آمده بود مخصوصا سنکم کم لباس شخصی ها چشمگیر بود این فعال سنفی تاکید کرده که نیروهای لباس شخصی و گارد ویژه با معلمان درگیری لفظی پیدا کرده و سه فعال سنفی بازداشت شده را به ون پارک شده ای در خیابان مقابل سازمان برنامه بردند در حالی که به همکاران تعرض و به صورتشان میزدند او در ادامه گفته که لباس شخصی ها و پلیس از او عکس گرفته و هنگامی که میخواسته سوار ماشین شود با ممانعت پلیس و لباس شخصی‌ها ها روبرو شده و در همانجا از او بازجویی کردند پیشتر رضا امانیفر یکی از اعضای کانون سنفی معلمان بوشهر هم در جریان تجمع معلمان بوشهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد علاوه بر آقای عبدی، بسیار از فعالین سنفی معلمان هم در روز معلم به نهادهای امنیتی احضار شدند و آنها را تهدید کردند که در تجمع اعتراضی و مناسبتی شرکت نکنند. هفتتن از معلمان و فعالان سنفی به نهادهای امنیتی احضار شدند. احضار این گروه از معلمان در حالی صورت گرفت که جای سومین دوره انتخابات داخلی انجمن سنفی معلمان کردستان برگزار شده انتخابات داخلی این انجمن و پیش از برگزاری انتخابات مأموران امنیتی با یورش به منزل خالد احمدی یکی دیگر از اعضای این انجمن رو بازداشت کردند اتحادیه سنفی معلمان سنندج پیشتر با انتشار بیانیه تاکید کرده بود این انجمن سنفی قائم به شخص نیست انتخابات هم با بازداشت اعضا نه تنها متوقف نشد بلکه به نحوی شایسته و با استقبال جامعه فرهنگی برگزار شد